میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با سلام و درود خدمت همیانان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی نهایت از هما خانم و آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیانان عزیز رو در رو صحبت کنم. البته من باید باز یک تشکر دیگه هم به آقای بهبهانی و هما خانم بدهکارم و اون این بود که هفته گذشته درست روز دوشنبه ظهر از بیمارستان زنگ زدن که سه شنبه ظهر همسرم باید در بیمارستان باشه و گفتیم امکان نداره روز چه عوض کنیم، گفت عوض کنیم میره 8 ماه دیگه. این بود که از آقای بهبهانی خواهش کردم که من غایب باشم هفته گذشته. البته من در این 13 سال 2 بار غایب بودم و یک بارم که نمیتونستم بیام با آقای بهبهانی درست کردیم که روز دوشنبه شب برنامه رو چون ضبط کنند شنبه پخش کنند، ولی برای هفته گذشته امکان نداشت. خب خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه 26 اردیبهشت ماه 1402 مطابق با 16 ماه می 2023 658 برنامه از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که برای برنامه هفته قبل، 2 هفته قبل، یک بانوی هموطنی از اتریش ایشون خواسته بودند که من درباره بی‌اشتهایی روانی یا بی‌اشتهایی عصبی، ما به فرانسه بهش میگیم آنورکسی مانتال، صحبت کنم. برای ایشون به ایشون جواب دادم که خانم عزیز، در اتریش شما خانم دکتر سوسن مطلوبی رو دارید. ایشون در واقع هم دکتر هستند و هم متخصص. چون یک بار مدرک پزشکی و تخصص اسفال را در ایران گرفتن و یک بار مدرک دکترای پزشکی و تخصص اسفال را در اتریش گرفتن. و این خانم سوسن مطلوبی از همدوره های حقیر در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و ایشون هنرمند بسیار بزرگی هستند که هوشنگ ابتهاج لقب سروش ایزدی رو به ایشون داده. شما اگر روی گوگل سرچ کنید سروش ایزدی، به هنر بی نهایت بزرگ و عظیم ایشون پی خواهید بود. به هر حال چون هموطن عزیز خواسته بود، برنامه امروز رو برای ایشون آماده کردم و امیدوارم که برای ایشون و سایرین مفید باشه. حالا این بی‌اشتهایی روانی یا بی‌اشتهایی عصبی، این ترجمه ناقص بنده است از آنورکسی مانتال. فردی که از بی‌اشتهایی رنج میبره
مبارزه شدید و خطرناکی رو با هر گونه افزایش وزن انجام میده. حالا این بی اشتهای عصبی یا بی اشتهای روانی چی هست؟ یک اختلال خوردن و خوردن شخصی است که درست مثل بولیمی و هایپرفاژی یعنی پرخوردن و پرخوری. شخصی که رنج میبره مبارزه شدید و خطرناکی رو با هر گونه افزایش وزن انجام میده. شخص بیمار قربانی بسیاری از ترس های غیر منطقیه که میتونه شبیه فوبی های واقعی مرتبط با عواقب خوردن باشه، مانند افزایش وزن یا چاق شدن. نتیجه محدودیت غذایی سرسختانه و اغلب خطرناک. کنترلی که افراد بی اشتها بر رژیم غذایی خود اعمال می کنند بیش از حد و دائمی است. اشتها در بیشتر مواقع حفظ می شود، اما فرد با نیاز و میل به خوردن مبارزه می کند. او کاهش وزن تدریجی را تحمیل می کند که می تواند تا حد لاغری یا لاغری شدید پیش برود. در قلب رفتارهای بی اشتهایی فوبیای واقعی از افزایش وزن وجود دارد. این فوبیا انقدر شدید است که فرد را مجبور می کند از موقعیت ها یا رفتارهایی که می تواند منجر به افزایش وزن شود اجتناب کند. خوردن غذاهای ناشناخته. غذا خوردن بدون ورزش بدنی و غیره. در نتیجه فرد به تدریج وزن کم می کند، اما رضایتی که احساس می کند زود گذر است و به سرعت به دنبال کاهش وزن مجدد است. یه پرانتز باز کنم، در جوانی های ما یک مانیکنی بود به اسم تویجی که در حقیقت یه اسکلتی بود با پوست روش، و این مانیکن چقدر روی خانوم ها اثر گذاشت، همه میخواستن تویگی بشن. بله، تصوری که فرد از بدنش دارد تحریف شده است. ما در مورد بدشکلی حراسی صحبت میکنیم. این رفتارهای نامناسب عوارض پزشکی کم و بیش جدی مثل بیحالی، حملات پنیک، آمینوره، یعنی خانم محترم رگل نمیشه و غیره را به همراه خواهد داشت و باعث انزوای اجتماعی فرد میشه. بی اشتهایی یا بی اشتهایی عصبی. اصطلاح بی اشتهایی برای اشاره به بی اشتباهی عصبی به اشتباه استفاده میشه، اما بی اشتهای عصبی در نوع خود یک مسئله پزشکی است. بی اشتهای علامتی است که در بسیاری از آسیب شناسی ها یعنی از پاتولوژی ها مثل گاستروانتریت، سرطان و غیره یافت می شود که با از دست دادن اشتها مطابقت دارد. در بی اشتهای عصبی اشتها حفظ می شود، اما فرد از خوردن امتناع می کند. اختلالات مرتبط با بی اشتهای عصبی. عمدتاً اختلالات روانی مرتبط با بی اشتهای عصبی وجود دارد، اما به سختی می توان دانست که آیا ظاهر بی اشتهایی است که باعث بروز این
اختلالات می شود یا وجود این اختلالات فرد را به سبب بی‌اشتهایی رخ می دهد. بر اساس بعضی مطالعات اختلالات روانی اصلی مرتبط با بی‌اشتهایی عبارتند از اختلالات وسواس اجباری که 15 تا 31% افراد بی‌اشتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همینطور فوبیای اجتماعی، افسردگی که 60 تا 96% بی‌اشتها را در یک زمان یا از بیماری تحت تأثیر قرار می‌دهد. دوره‌های شدید روزداری و رفتارهای جبرانی، پاکسازی، یعنی منظور پاکسازی روده ها، استفاده از ملین ها یا تغذیه منجر به عوارضی می شود که می تواند مشکلات جدی کلیوی، قلبی، گوارشی و دندانی ایجاد کند. بی‌اشتهایی عصبی یا بی‌اشتهایی روانی علل بیماری. علل بیماری علل بی‌اشتهایی عصبی یک اختلال خوردن است که به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته. علل دقیق منشأ این اختلالی پیچیده و اغلب نامفهوم است. محققان توافق دارند که عوامل بسیاری منشأ بی‌اشتهایی هستند، از جمله عوامل ژنتیکی، عصبی، غدد درون‌ریز، روانی، خانوادگی و اجتماعی. اگرچه هیچ ژنی تا به امروز به وضوح شناسایی نشده، اما مطالعات نشان می‌دهد که یک خطر خانوادگی وجود دارد. اگر در خانواده یکی از اعضای خانم آن خانواده از بی‌اجتماعی رنج می‌برد، خطر ابتلا خانم دیگری از این خانواده به این اختلال 4 برابر بیشتر از یک خانواده سالم. مطالعه دیگری که بر روی دوقلوهای همسان یعنی مونوزیگوتیک انجام شده نشان می‌دهد که اگر یکی از دوقلوها از بی‌اشتهایی رنج می‌برد، 56% احتمال دارد دوقلوی او نیز مبتلا شود. اگر دوقلوها مختلف یعنی دو تخمکی باشند، این احتمال به 5% افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد عوامل غدد درون ریز مانند کمبود هورمونی که در تنظیم عملکرد تخمدان نقش دارد، یعنی کاهش هورمونی که بهش میگن هورمون LHRH یا LHRH مشاهده می شود. این کمبود زمانی مشاهده می شود که کاهش وزن وجود داشته باشد و سطح بله و اگر این کاهش وزن از بین بره، سطح هورمون با افزایش وزن به حالت عادی برمیگرده. بنابراین به نظر میرسه که این اختلال به جای یک علت پیامد بی‌اشتهایی باشد در سطح عصبی یا در سطح روانی. بسیاری از مطالعات یک اختلال عملکرد سروتونینرژیک را برجسته می کند. سروتونین ماده است که عبور پیام عصبی بین نورون ها یعنی در سطح سینوپس ها را تضمین می کند.
به ویژه در تحریک مرکز سیری که به فرانسه بهش میگیم ساتیته، یعنی ناحیه از مغز که اشتها رو تنظیم میکنه نقش داره. به دلایل زیادی که هنوز ناشناخته است، کاهش فعالیت سروتونین در افراد مبتلا به بی اشتهایی وجود دارد. در سطح روانشناختی مطالعات متعددی بین شروع بی اشتهایی عصبی و عزت نفس منفی ارتباط برقرار کرده است. یعنی شخص احساس ناکارایی و بیکفایتی میکنه و همینطور نیاز شدید به کمالگرایی، یعنی پرفکسیونیسم، یعنی کاری که میکنه بسیار دقیق و بدون اشتباه بشه، نیاز شدید داره. فرضیه ها و مطالعات تحلیلی ثابت های خاصی را در شخصیت و احساسات تجربه شده توسط افراد مبتلا به بی اشتهایی را پیدا می کند. بی اشتهایی اغلب بر جوانانی تأثیر می گذارد که از موقعیت های بسیار کم خطر اجتناب می کنند و بسیار به قضاوت دیگران وابسته هستند. نوشته های روانکاوانه اغلب رد بدن به عنوان یک شیء جنسی را تداعی می کنند. این نوجوانان ناخودآگاه آرزو می کنند که دختر بچه بمانند. البته ما اینجا درباره نوجوانان دختر صحبت میکنیم، چون بیشتر این بیماری در نزد خانم ها و دختر بچه ها دیده میشه. و در ساختن هویت و کسب خودمختاری با مشکل مواجه خواهند شد. اختلالات ناشی از اختلالات خوردن بدن را تضعیف می کند که پسرفت می کند. یعنی شخص دچار عدم قاعدگی، از دست دادن شکل یا شکل بدن، با کاهش وزن و غیره میشه. در نهایت مطالعات انجام شده بر روی شخصیت افراد مبتلا به بی‌اشتهایی انواع خاصی از شخصیت را بیشتر تحت تاثیر این پاتولوژی یا آسیب شناسی قرار داده است، مانند شخصیت اجتنابی یعنی بازداری اجتماعی، احساس عدم تحمل، حساسیت مفرط به قضاوت منفی دیگران، شخصیت وابسته یعنی نیاز بیش از حد به محافظت، ترس از جدایی و غیره، و شخصیت وسواسی یعنی کمالگرایی، کنترل، سختگیری، توجه به جزئیات، نگرش دقیق و غیره. در سطح شناختی مطالعات بر افکار خودکار منفی که منجر به باورهای نادرستی می شوند که اغلب در افراد بی اشتها و بولیمیک وجود دارند، مانند لاغری تضمین شادی است یا هر نوع افزایش چربی بدن بد است، تاکید میکنند. در نهایت بی اشتهایی یک آسیب شناسی است که جمعیت کشورهای صنعتی را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین عوامل اجتماعی فرهنگی نقش مهمی در ایجاد بی اشتهایی دارند. معیارهای اجتماعی زیبایی که توسط مدل‌های جوان با جثه‌های لاغر منتقل می‌شوند، تا حد زیادی بر نوجوانان ما در جستجوی هویت تأثیر می‌گذارد. فرقه لاغری در رسانه‌ها همه جا وجود دارد که مدام انبوهی از رژیم‌های غذایی معجزه‌آسا را به ما می‌فروشند. و
اغلب از کنترل وزن قبل در طول و بعد از تعطیلات، مخصوصا تعطیلات تابستانی، روی جلد مجلات حمایت می کنند. حالا چه کسانی مبتلا هستند؟ برای اولین بار یک مطالعه موردی در سال 1689 توسط ریچارد مورتون توصیف شده. حالا باید تا دهه 1950 صبر کرد تا به لطف کارهای مهم هیلزبروک در مورد این موضوع توصیف دقیق تری از بی‌اشتهایی عصبی داشته باشیم. از آن زمان میزان بروز این بیماری همچنان رو به افزایش بوده است. طبق مطالعات اخیر، شیوع جهانی بی‌اشتهایی در 0.3% جمعیت خانم‌های در دنیا با مردمیر بالا، یعنی بین 5.1 تا 13% برآورده شده و خانم ها 10 برابر بیشتر از آقایان تحت تأثیر قرار می گیرن. حالا چگونه این بیماری رو تشخیص بدیم؟ یعنی ارزیابی آسیب شناسی روانی. برای تشخیص بی‌اشتهایی عصبی باید عوامل مختلفی در رفتار فرد رعایت شود. در آمریکای شمالی ابزار قرارگیری معمول راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی است که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر شده. بله، در اروپا و سایر نقاط جهان متخصصان مراقبت‌های بهداشتی به طور کلی از طبقه بندی بین‌المللی بیماری‌ها استفاده می‌کنند. برای برانگیختن یک اختلال بی‌اشتهایی باید وجود چندین معیار را ارزیابی کرد که مهمترین آنها امتناع از حفظ وزن طبیعی است. به طور کلی فرد بی اشتها از حفظ 85% وزن ایدئال خود که به دست آمده از قد و هیکل اونه خودداری میکنه. همچنین ترس شدید یعنی فوبیک از افزایش وزن همراه با اختلال قابل توجهی در تصویر بدن، یعنی تحریف بینایی در مورد وزن، قد و شکل بدن وجود داره. منظور اینه که شخص مثلا 50 کیلوه ولی جلوی آینه که وای میسته خودش 90 کیلو میبینه. در نهایت رفتارهای مختلف مرتبط با غذا در افراد مبتلا به بی‌اشتهایی معمول است، مانند پنهان کردن مواد غذایی یا تشویق دیگران به خوردن. هر غذای دریافتی با احساس گناه همراه است که به فرد بی اشتها هجوم می آورد و او را به سمت رفتارهای جبرانی سوق می دهد. یعنی تمرین فشرده ورزشی، مصرف داروهای تمیز کننده روده، ارزیابی جسمی علاوه بر ارزیابی آسیب شناسی روانی، معاینه فیزیکی کامل برای تشخیص بی‌اشتهایی عصبی و ارزیابی وضعیت سوء تغذیه و عواقب محرومیت از غذا بر سلامت جسمانی بیمار ضروری است. در کودکان زیر 8 سال پزشک به دنبال سرنخ‌هایی است که ممکن است نشان دهنده وجود حالت تهوع و درد شکمی غیر قابل توضیح و همینطور آنورکسی باشد. در نتیجه کاهش سرعت رشد قلب
و مشکلات دندانی به ویژه فرسایش مینای دندان، اختلالات گوارشی مانند اختلالات حرکت روده، اختلالات استخوانی از جمله کاهش تراکم معدنی استخوان، مشکلات کلیه ها پوستی وجود داشته باشه. یک تست برای غربالگری هست به اسم تست EAT26. بله، افرادی رو که ممکنه از اختلالات خوردن رنج ببرند تست غربالگری EAT26 رو براشون به کار میبرند. این یک پرسشنامه 26 سوالی است که بیمار به تنهایی آن را تکمیل میکند و سپس به متخصصی میدهد تا آن را تجزیه و تحلیل کند. سوالات امکان بررسی حضور و دفعات رژیم های غذایی، رفتارهای بی اشتهای عصبی، اینها رو در اون سوالات هست که فرد باید جواب بده. حالا عوارض احتمالی بیماری. عوارض اصلی بی اشتهایی اختلالات فیزیولوژیکی کم و بیش جدی ناشی از وزن، از کاهش وزن. در کودکان مبتلا به بی اشتهایی کاهش وزن شدید می تواند باعث کندی رشد شود. عوارض اصلی بی اشتهایی اختلالات فیزیولوژیکی کم و بیش جدی ناشی از رفتارهای محدودیت غذایی و پاکسازی جبرانی. محدودیت های غذایی می تواند باعث تحلیل عضلات، کمخونی، افت فشار خون، ضربان قلب کند و سطوح پایین کلسیم شود که در نتیجه می تونه منجر به پوکی استخوان بشه. علاوه بر این اکثر افراد مبتلا به بی اشتهایی دچار آمینوره یعنی عدم قاعدگی هستند، اما این اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد چون که توسط قاعدگی مصنوعی ایجاد شده با مصرف قرص های ضد بارداری پنهان می شود. استفراغ مکرر می تواند منجر به بیماری های مختلفی مانند فرسایش مینای دندان، التهاب مری، تورم غدد بزاقی و کاهش سطح پتاسیم شود که می تواند باعث آریتمی یا حتی نارسایی قلبی شود. یه پرانتز باز کنم، گمیا استفراغ مکرر شخص خودش باعث میشه غذایی که خورده پس بده، بیرون بیاره، بالا بیاره. مصرف ملین ها همچنین باعث اختلالات زیادی می شود از جمله آتونی روده یعنی فقدان تونیسیته در دستگاه گوارش که باعث یبوست، کم آبی بدن، ادم یعنی تورم و حتی کاهش سطح سدیم می شود که می تواند منجر به نارسایی کلیه ها بشود. در نهایت جدی ترین و غم انگیزترین عوارض بی اشتهایی روانی مرگ ناشی از عوارض یا خودکشی است که عمدتا افراد مبتلا به بی اشتهایی مزمن را تحت تأثیر قرار می دهد. هرچه بی اشتهایی زودتر تشخیص داده شود و درمان شود پیشاگهی بیماری بهتر است. بدین ترتیب سمپتوم ها در اغلب موارد در مدت 5 تا 6 سال پس از شروع درمان ناپدید می شود. حالا
سمپتوم ها یا علائم بیماری رو تو بیشتر توضیح بدم. علائم بی اشتهایی حول محور امتناع از حفظ وزن طبیعی، ترس از افزایش وزن، دیدگاه تحریف شده است که فرد بی اشتها نسبت به ظاهر بدنی خود دارد و انکار جدی بودن لاغری، محدودیت غذایی، ترس وسواسی از افزایش وزن، کاهش وزن قابل توجه بدن، وزن کشی های مکرر، مصرف دیورتیکا، ملین ها یا تنقیه، عدم وجود پریود یا آمنوره، تمرین های ورزشی فشرده، انزوا، استفراغ بعد از غذا خوردن، بررسی دقیق اعضای بدن در آینه که فکر میکنه که خیلی چربیه، خیلی چاقه، همونطور که قبلا عرض کردم جلوی آینه 50 کیلو، جلوی آینه خودش 90 کیلو میبینه. بله کجا بده؟ بله، برخی از افراد خطر بیشتری برای ابتلا به بی‌اشتهایی عصبی دارند و همچنین عوامل خطر به اون کمک میکنند. این افراد، افرادی که در معرض خطر هستند، اغلب در دوران جوانی مشکلشون شروع میشه. سن شروع بی‌اشتهایی بین 14 تا 18 سالگی است، اما در 10 تا 20 درصد موارد بیماری قبل از 12 سالگی و در درصد کمتری بعد از 25 سالگی ظاهر می شود و دختران را بیشتر از پسران تحت تأثیر قرار می دهد. بی اشتهایی عصبی مانند سایر اختلالات خوردن، افراد بیشتری را در کشورهای صنعتی تحت تأثیر قرار می دهد. بعضی از مشاغلی که نیاز به عملکرد فیزیکی دارند، مثل ورزشکارها، بازیگرها، مدلها، رقصندهها، که برای آنها کنترل خاصی بر وزن و تصویر بدن اهمیت زیاد داره و بیشتر به نسبت سایر مشاغل از اختلالات خوردن رنج میبرند. در نهایت افرادی که از پاتولوژی های مزمن شامل رژیم غذایی سخت رنج میبرند، مثل کسانی که دچار دیابت نوع 1 یا کلسترول خونی خانوادگی و غیره هستند، امکان بیشتری دارند که دچار بی‌اشتهایی روانی بشوند. عوامل خطر بی‌اشتهایی روانی: 1. رویداد دراماتیک مانند طلاق، سوگ و غیره یا تغییر در زندگی روزمره می تواند علت شروع بی‌اشتهایی در یک فرد شکننده باشد. حالا آیا میشه پیشگیری کرد؟ اقدامات پیشگیری برای بی‌اشتهایی عصبی وجود داره؟ اگرچه راه مطمئنی برای جلوگیری از بروز این اختلال وجود ندارد، اما ممکن است راهنمایی هایی برای تشخیص زودتر وقوع آن، مهار تکامل آن و جلوگیری از مزمن شدن این اختلال وجود داشته باشد. به عنوان مثال، پزشک اطفال و یا پزشک عمومی می تواند در شناسایی شاخص های اولیه که ممکن است نشان دهنده اختلال خوردن باشد، اینها مهم باشه و پزشک تشخیص بده. در طول یک ویزیت پزشکی از بیان نگرانی های خود در مورد رفتار غذایی کودک
یا نوجوان خود دریغ نکنید، یعنی با پزشکتون مشورت کنید. به این ترتیب او می تواند از کودک شما در مورد عادات غذاییش و یا اینکه آیا از ظاهر بدنی خود راضی است یا نه سوالاتی بپرسه. علاوه بر آن والدین میتونند تصویر بدنی سالم رو بدون در نظر گرفتن قد، شکل و ظاهر فرزندانشون اونها رو تربیت کنند و تقویت کنند. مهم این است که مراقب باشید از هر گونه شوخی منفی در این مورد اجتناب کنید. بعد یه پرانتز باز کنم. من خیلی از خانم ها رو میشناسم که خیلی نگرانم که این بچه من قدش بلند نشده. بابا این بچه 8 سالشه، بذار اگر 14 سالش شد و 15 سالش شد قدش بلند نشد اون وقت نگران باش. البته بیماری هایی هست که مانع از بلند شدن قد کودک میشه. اگر به اون بیماری مشکوکید حتما با پزشک مشورت کنید. مشکوک هم نیستید مشورت کنید، خیالتون راحت بشه. ولی نگران نباشید. این نگرانی استرس شما به بچه‌تون هم سرایت میکنه. عرض کنم خدمت شما درمان. بهبودی از بی‌اشتهایی عصبی بدون حمایت دشوار. تجویز دارو، ایجاد حمایت تغذیه‌ای و پیشنهاد انجام روان درمانی میتونه برای درمان بی‌اشتهایی عصبی در نظر گرفته بشه. گاهی اوقات ممکنه بستری تخصصی در بیمارستان ضروری باشه. مدیریت دارویی، مطالعات نشان داده که فلکسین که یک داروی ضد افسردگیه در مبارزه با افسردگی که اغلب با بی‌اشتهایی همراهه مؤثره، اما همچنین در اجازه دادن به افراد بی‌اشتها برای حفظ وزن طبیعی پس از بستری شدن در بیمارستان مؤثره. داروهای ضد اضطراب مثل بنزودیازپین ها ممکنه در موارد خاصی تجویز بشن، به ویژه برای کاهش اضطرابی که قبل از غذا به افراد مبتلا به بی‌اشتهایی حمله میکنه. در نهایت ممکنه که پس از ارزیابی پزشکی در مورد عواقب فیزیولوژیکی سوء تغذیه و رفتار پاکسازی، این عواقب میتونن کمبودها، اختلالات گوارشی، کلیوی، قلبی، غدد درون‌ریز و غیره باشه. بنابراین برای اینها میشه داروهای دیگری هم پزشک تجویز کنه. حمایت تغذیه‌ای، این حمایت علاوه بر درمان دارویی و روان درمانی بسیار مهم و مؤثر است. پزشک هماهنگ کننده تیم درمانی چند رشته‌ای که فرد مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی را همراهی می کند اهداف زیادی را برای دستیابی به آنها تعیین می کند. از جمله بازیابی وزن از طریق یک برنامه تغذیه مجدد که با نیازهای فرد سازگار است. تغذیه درمانی به فرد بی اشتها این امکان را می دهد که نحوه غذا خوردن را دوباره بیاموزد. رژیم غذایی متعادل را
از سر بگیرد. در مورد غذاهای ممنوعه مثل شکر، کره و غیره یاد بگیرد. شیرینی های دیرجذب بخورد تا از بحران جلوگیری کند. به وعده های غذایی روی میز عادت کند، یعنی 4 وعده در روز غذا بخوره. وعده های غذایی روی میز منظورم اینه که حتما بشینه روی میز غذاخوری غذا بخوره، نه اینکه اصلا در حال راه رفتن یه چیزی بخوره. معمولا خب روی اگر روی میز یه مقدار آجیل باشه، یه چیز دیگه باشه، هر کی رد بشه، حالا مریضم نباشه، یه ناخونکی میزنه. منظور اینه که میخواد غذا بخوره حتما سر میز غذاخوری بنشینه و غذا بخوره. بله، چهار وعده غذا در روز بخوره در مقادیر معقول. اختلالات مربوط به وزن و رژیم غذایی مانند تئوری وزن طبیعی به او ارائه و توضیح داده خواهد شد. با این درمان سعی می کنیم رابطه ای را که بیمار با غذا دارد را اصلاح کنیم. در نهایت این روش به روش های پاکسازی جبرانی که بیمار استفاده می کرد نیز علاقه مند است. بنابراین همچنین با ارائه اطلاعات نظری که بی اثر بودن چنین رفتارهایی را برای او توضیح می دهد، به او اجازه می دهد تا عادت استفاده از روش هایی مانند ملین ها را ترک. حمایت رواندرمانی. رواندرمانی ها در بیشتر موارد به صورت فردی یا گروهی ارائه می شوند، اما همه آنها اهداف زیر را دارند: بهبود ادراک و عزت نفس فرد بی اشتها و کار بر روی تعارضات خاص. آنها بیشتر مربوط به فردی است که از بی‌اشتهایی رنج می‌برد، اما می‌توانند خانواده یعنی والدین، همسر، خواهر و برادر بیماری را که به شدت دچار این بیماری شده‌اند نیز مورد خطاب قرار بدهند. درمان‌های رفتاری و شناختی آنها. در درمان علائم بی‌اشتهایی بیمار بسیار مؤثر هستند، زیرا شامل واداشتن فرد به مشاهده رفتارهای بیمارگونه مثل رفتارهای پاکسازی و الگوهای فکری ناکارآمد او در مورد غذا، وزن، عزت نفس خود و تصویر بدن بهش کمک میکنه. هدف یافتن علل یا منشأ اختلال نیست، بلکه اقدام بر روی آن. بله، حالا درمان سیستماتیک فامیلی. این درمان سیستماتیک نامیده میشود زیرا گروه خانواده را یک سیستم و مجموعه از عناصر وابسته به هم می داند. در این صورت خانواده از عناصر مستقل مثل والدین و فرزندان تشکیل نمی شود، بلکه از موجوداتی تشکیل می شود که بر یکدیگر تأثیر می گذارند. خانواده درمانی سیستماتیک شیوه های ارتباطی و تعاملات مختلف درون خانواده را در تلاش برای بهبود روابط درونی مطالعه می کند. هنگامی که یکی از اعضای خانواده به بیماری مانند بیماری بی اشتهایی
مبتلا می شود، سایر اعضا نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. به عنوان مثال، مدیریت زمان صرف غذا می تواند برای خانواده بسیار دشوار باشد. اعمال و گفتار یکدیگر می تواند برای بیمار مفید یا برعکس مضر باشد. مسئله این نیست که یکی یا دیگری احساس گناه کند و نه اینکه آنها را به خاطر بی‌اشتهایی مقصر بدانیم، بلکه رنج آنها را در نظر بگیریم و همه را وادار کنیم در مسیر درست برای آنها و همچنین برای بیمار حرکت کنیم. روان درمانی روان پویشی. این روان درمانی از روانکاوی الهام گرفته شده و به طور گسترده‌ای برای همراهی فرد در جستجوی تعارضات، یعنی تعارضات شخصی، بین فردی، خودآگاه، ناخودآگاه و غیره که ممکن است منشأ ظهور اختلالات خوردن باشد، استفاده می شود. روان درمانی بین فردی، این درمان کوتاه که عمدتا برای درمان افسردگی استفاده می شود، ثابت شده که از افراد مبتلا به افسردگی حمایت می کند. در طول روان درمانی بین فردی، موضوع قضا نیست، بلکه مشکلات بین فردی فعلی فرد خواهد که لزوماً بر رفتار غذایی وی تأثیر می گذارد. بستری شدن در بیمارستان. گاهی ممکن است بستری تخصصی برای افزایش شانس بهبودی بیمار پس از شکست درمان سرپایی در مورد کاهش وزن شدید و زمانی که مشکلات سلامتی قابل توجهی تشخیص داده شده ضروری باشد، بسته به مؤسسه بستری تخصصی معمولی یا بستری در بیمارستان روزانه ممکن است ارائه شود. بستری در بیمارستان روزانه یعنی فرد هر روز هفته برای دریافت مراقبت به بیمارستان می رود و عصر به خانه برمی گردد. در یک سرویس تخصصی در مدیریت اختلالات خوردن، بیمار از تغذیه مجدد، آموزش مجدد تغذیه، حمایت روانی آموزشی و پیگیری رواندرمانی استفاده می کند. در برخی موارد جدی‌ترین در بعضی موارد جدی ترین موارد بیماری این اتفاق می افتد که تیم پزشکی تصمیم می گیرد به تغذیه با لوله از راه بینی به معده یا به تغذیه بیش از حد داخل وریدی متوسل بشه. بعد. حالا بریم سراغ رویکردهای مکمل. بسیاری از مکملهای غذایی و محصولات گیاهی با هدف کاهش اشتها و کاهش وزن وجود دارند. افراد مبتلا به اختلالات خوردن با آنها آشنا هستند و اغلب از آنها سوء استفاده می کنند. این محصولات می توانند تداخلات بالقوه خطرناکی با سایر داروها مانند ملینها یا دیورتیک ها داشته باشد که معمولا توسط افراد مبتلا به بی‌اشتهایی و پرخوری عصبی استفاده می شود. علاوه بر این، کاهش وزن ناشی از جذب مکمل ها یا گیاهان
می توانند عوارض جانبی جدی بر سلامت بیمار داشته باشند. از جمله شایع‌ترین موارد ممکن است فرد از اختلالات ریتم قلب یعنی ضربان نامنظم قلب، لرزش، توهم، بیخوابی، حالت تهوع، سرگیجه و عصبی شدن رنج ببرد. در مورد خطرات احتمالی استفاده از مکملهای غذایی یا گیاهان دارویی حتما با پزشکتون مشورت کنید. یوگا. برخی از محققان موافق هستند که یوگا می تواند اثرات مفیدی به عنوان یک درمان مکمل برای اختلالات خوردن داشته باشد. یوگا می تواند با افزایش احساس رفاه و دسترسی آنها به آرامش این افراد کمک کند. مطالعه اخیری که برای 54 نوجوان که مبتلا به اختلالات خوردن بودند انجام شده، اثر بخشی بهتر درمان استاندارد را هنگامی که با تمرین نظارت شده یوگا به میزان 2 جلسه در هفته به مدت 8 هفته همراه بود نشان داد. هنر درمانی. این شکل از درمان از اشکال مختلف هنر مثل رقص، تئاتر، هنرهای پلاستیکی و تجسمی و غیره به عنوان واسطه و ابزار بیان استفاده می کنند. هنر درمانی به بیمار این امکان را می دهد که از طریقی غیر از صحبت کردن با دیگری در تماس باشد. این یک وسیله ارتباطی جدید برای بیان احساسات و تجربیات خود است. اکثر افراد مبتلا به پرخوری عصبی در بیان این احساسات خود مشکل دارند و ممکن است به رفتارهای افراطی متوسل شوند. هنر درمانگر قادر خواهد بود که فرد را برای بیان خود همراهی کند و همچنین می تواند دید وسیع‌تری از شخصیت خود و امکان برقراری ارتباط مجدد از طریق ایجاد رابطه زنده برای بیمار را به ارمغان بیاورد. هیپنوتیزم. تحقیقات کنونی که هنوز در حال پیشرفت است نشان می‌دهد که استفاده از هیپنوتیزم درمانی برای درمان اختلالات خوردن علاقه نشان میدهد. یعنی هیپنوتیزم درمانی علاقه نشان میدهد. مطالعات بیشتری برای تایید اثر بخشی آن مورد نیاز است. خب، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. میدونم برنامه ثقیل بود ولی چاری نبود. نه. امیدوارم که برای این هموطن عزیزمون و برای سایرین مفید واقع شده باشه. اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل بفرستید و 1 تا 2 هفته وقت بدید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.